با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، صدای منو دارین؟ صداتون رو دارم، بفرمایید. خسته نباشین. من واقعا باورم نمیشه دارم باهاتون صحبت میکنم، انگار دارم خواب میبینم. حالا یه سری جزئیات به زودی کابوس میشه مرد عزیز. از کجا تلفن میکنی؟ من از ایران تماس گرفتم، 26 سالمه، یه خواهر بزرگتر، بچه سومم از سه تا، و یه خواهرم 18 سال متاسفانه از خودم بزرگتره و برادرم 16 سال. خب دیگه بعد از اینکه اون دوتا رو آوردن بزرگ کردن، تو رو آوردن که اسباب بازی اونا باشی دیگه. آره متاسفانه یه مثلا این همیشه اذیت کننده بوده. حالا برای چی خوندی؟ اولا به من بگو چی خوندی؟ اینو بگو چی خوندی برای من، بعدش برو سر هر بحثی که مایلی. بله من لیسانس مشاوره دارم، الان هم دارم ارشد فلسفه میخونم. خب بعدش خواهی باشی؟ متاسفانه بعدش... خیلی خوبی نبوده توی ایران. خب میخوایی باشی چی کار بکنی بعده؟ میگم این همیشه یکی از چالش‌های من بوده. من روانشناسی داشتم میخوندم، دیدم با روحیاتم مناسب نیست، نمیتونستم مدیریتش کنم و اینها، انصراف دادم مشاوره رو خوندم. میگم چون در دانشگاه خوبی هم نبوده، خیلی نمیشد رو مدرکش حساب کرد و اینها، نهایتا رفتم دنبال علاقه‌ام که فقط فلسفه بود. و شغلم میگم یه ذره سر همین قضیه هم ناراحت هستم که شاید به قول شما بعدش نشه ازش استفاده خوبی کرد. خب نه فقط تنها استفادهش، میتونید میتونید کار معلمی رو احتمالا داشته باشید. به علاوه دیدگاه فلسفه من کمتر شنیدم که توی آدگهی استخدام بگن ما به دنبال لیسانس یا فوق لیسانس فلسفه هستیم. بله متوجهم کاملا. حالا اگه اجازه بدین من قبلش اگر امکانش باشه یک تقدیر تشکر از شما، یک انتقاد هم ازتون بکنم. خود این فهم کنم به شناخت شما از من خیلی کمک بکنه و بعد سوالمو بگم راجع به رابطم. بفرمایید. یکی این که من واقعا در طول زندگیم تا 18-19 سالگی یکی از چیزی که خیلی اذیتم میکرد این بود که با اکثر آدم ها که صحبت میکردم، با خانواده، اقوام، دوستان، اطرافیان، احساس میکردم تنها هم شدیدن یا درک نمیشم. یا اصلی ترین موضوع این بود که اینا با منطق انگار صحبت نمی کردن، از عقلشون استفاده نمی کردن. ولی از موقعی که با شما آشنا شدم دیدم که یکی از خصوصیات مهمتونی که با منطق و عقل و واقعیت صحبت می کنیم و با صراحت و صریح، یعنی می دونیم سر اصل مطلب. این خیلی قشنگ بود و از همه مهمتر تو پرانتز با بحث اخلاق که این اجرای تکمیلش میکرد و این انقدر برای من ارزشمند و زیبا بود که شما میگم تنها کسی بودین که اینو دیدم در شما. و یکی از چیزا که میگم در من هست همین بود، همیشه دنبال کسی بودم که بتونم باش راحت صحبت کنم راجع به این موضوع ها که حالا فهم میکنم فلسفه هم به خاطر همون باش علاقه داشتم و اینو پیدا نمیکردم. و احساس میکنم این یه ذره من اذیت میکرد چون با آدما اکثرا میدیدم چیزای سطحی براشون مهمه، روابط اینجور چیزا، راحت نبودم، همیشه احساس تنهایی میکردم، اذیت میشدم. به جایی که خیلی من اذیت شدم سعی کردم بتونم باهاتون تماس بگیرم و تا جایی میرفت که گفتم هر چی دارم ندارم بفروشم، فقط برم آمریکا ببینم دکتر از نزدیک. و اینقدر حالا البته میتونستی مادر رو هم برای خواستگاری بفرستی، ما خیلی مشکلی اونجا پیدا نمیکردیم عزیز، مگر ژاپن برازنده خوشفکری مانند تو به هر حال میآمد، احتمالاً مادر من هم مخالفتی نمیکرد. اولا بده یه چیزی بگم، به خاطر همه خوبی و مهربونیت صبر کن، وقت داری، امیدوارم فقط تلفنت قطع نشه و اگرم شد میتونی بگیری، اگر خط باز باشه با هم صحبت کنیم. بنابراین نگران زمان اینا نباش، هر چه میخواهد دل تنگت بگو بذار با هم صحبت کنیم عزیز. ممنونم. و یه چیز دیگه هم اگر اجازه بدیم بگم بهتون، این بود که یکی از چیزایی که من تنها چیزی که شاید می‌دیدم در شما یه ذره اذیت کننده بود برای من این بود که بعضی موقع‌ها یه تناقضایی می‌دیدم. مثلا خیلی اوقات شده به بعضی از دوستان شما میگین خب مثلا فلان ازدواج رو کردی، فلان رابطه رو داشتی، چرا اولش دقت نکردی، چرا اولش صحبت نکردی؟ ولی خیلی اوقات می‌بینیم مثلا یه نفر تماس گرفته با شما مشورت کرده، میگین که خب حالا بین همینا که هست انتخاب کن دیگه، مجبوری بالاخره یکی رو برداری. حالا میدونم که اینا در هر کدوم نسبت به وضعیت شخص مورد نظر بوده، یعنی آدم با آدم متفاوته، اینو حس میکنم. ولی گاهی میبینم مثلا شما طرف ممکنه از لحاظ تحصیلی، از لحاظ همین بحث واقع بینی و منطق
خیلی خوب جواب نمیده، انگار شما هم عصبانی میشین باهاش، مثلا میگین دیگه بالاخره باید تصمیم درست میگرفتی. نه اون به اون دلیل نیست. نه ببین نه خب ببین عزیزم، آخه داستان تناقض چون فلسفه خوندی، اونم تازه حال تناقض هم گفتی تضاد یه مسئله بود، چون بحث تناقض یعنی یه پدیده که باید دوتا جنبه داره، اگر یا هر دوتا باید یکیش باید باشه نمیتونم نباشه. نه ببین عزیز، گفتگو اولا یک برمیگرده به خود فرد، خودم اشاره کردی من باید مواظب باشم که این آدم الان چاقه که لاغرش کنم یا لاغر چاقش کنم، بنابراین معلوم حرفای من متفاوت خواهد بود. برمیگرده به مورد، درست بهش که میگم، یکی میگم سرعت رو کم کن، یکی میگم زیاد کن. این مورد اول. دوم اینکه الان اشاره ای که کردی، معلومه که برخی از اوقات من وقتی ببینم یه آدمی داره بی خودی سخت میگیره، یه همچین چیزی که میخواد در بازار نیست، همینه که هست وسط این ماشینا، وسط این کفشا، باید انتخاب کنی، میگم اوه که انتخاب کن برو. ولی این معناش این نیست که وقتی انتخاب میکنی یا حالا چون هیچی نیست پس هر عیب و ایرادی داره ایز اوکی. یعنی اصلا ببین این ماجرا مثلا یه 50 تا تیکه اینجا داره 50 تا اونجا، تو میتونی بگی دو تا چهار تاش با هم میتونن در تضاد حالا یا در تناقض باشن، که تناقض کردن نه ولی در تضاد باشن، ولی 25 تا دیگه‌ش هست. و من در یه مجموعه به این موضوع نگاه می‌کنم. بعدم خودتم گفتی معلومه که یه زمانی هست من فکر کنم در یه گفتگوی با یه کسی میتونم دامنه بحث رو پیش ببرم و به یه جایی برسم، در حالی که یه کسی دیگه میبینم من وارد اون حریم و حوزه نمیتونم بشم. تازه همه اینا به کنار، من باید مواظب برنامه‌ام باشم، به این معنا که یه برنامه است مال همه و فقط اون نفر که روی خط هست موضوع مورد نظر من نیست، او فقط حق به انتخاب موضوع رو داره، ولی بعدا من باید ببینم که ازش بتونم چه بهره‌ای بگیرم برای هر موضوع دیگری که فکر کنم ای بسا مهمترین مسئله است برای اکثریت بیشتری. برای من تو میتونی به درباره ازدواج صحبت کنی، من درباره ازدواج با توجه به نوع حرف و ویژگی روانی تو فکر کنم یه مشکل جدی جامعه ایران به اون مرتبطه، اصلا تو رو تو زمینه ازدواج رها کنم و به اون اهمیت ندم. به من میگه این تشخیص ها برخی از اوقات تشخیص های از نظر یک کسی دیگه درست نیست، حتما حق با توئه، برای که از این بابت ها ما با هم متفاوتیم، ولی به هر حال من باید جنبه های مختلف و متفاوت رو اینجا درزم. این در مسیر دفاع از حرفی که تو میزنی نیست، ولی ناچارم چون پسری هستی که اینا رو میفهمی. ببین من سیستم ذهنی و فکریم نسبتا یک دست و یک نواخت و به همجه هست که بسیاری از حرفا سالهای ساله که توی مسیره، برای که یه چیزایی از نظر من درست و غلطیش به مقدار زیادی مشخصه، حتما یه دگرگونی هایی هست، حتما شاید من یه کمبودایی در جهت عدم توانایی برای این دگرگونی ها دارم، اونو میتونم بپذیرم. ولی برای من همیشه چی عرض کردم؟ گفتم هر کسی که میخواد بیاد روی خط با من یه بحثی بکنه، که من البته بحث ندارم، ولی فرض کنید سر موضوع خدا یا روح یا مسائل فلسفی که تا الان بهش اشاره کردی، یه شرط داره که من گفتگو رو باشه ادامه بدم، همون حرفی که تو میزنی، که در گفتگوش تضاد و تناقض نباشه، و الا اون یه سیستم، منم یه سیستم دارم. و درست الان تو اونجا آمدی که مسئله تضاد و تناقض رو در این مطرح میکنی، برای که مبادی اصلی و اولیه فکر انسانی چیه؟ حالا اصل الهیت رو بذاریم به کنار، مسئله این همانی رو یا اصل الهیت رو بذاریم کنار، تنها چیزی که باقی میمونه اینه که توی سیستم قرار نیست تضاد و تناقض باشه. هندسه هیچ تضاد و تناقضی نیست، فیزیک هیچ تضاد و تناقضی نیست، در اون منطقه‌ای که معتقده همیشه داره به صورتی جواب میده، چون طبیعت به قانون به صورت ریاضی نوشته شده و این جز در مورد استثنایی همه جا میخونه. من خیلی خیلی توضیحاتتون درست و قشنگ بود، یعنی واقعا من زمانی که یک نفر باشه اینطوری بتونه بره سر اصل مطلب، مثلا نکته قشنگی که شما فرمودین که همین که به قول خودت میگی نسبت به وضعیت هر شخص من بهش میگم میتونه اسم اونو دیگه تناقض نذاشت، چون تناقض به قول شما در دو تا چیزه همسان، یا اینکه فرمودین نسبت به یه جامعه ایرانی باید اون صحبت صدق بکنه، جوابتون خیلی قشنگ و کامل بود. من برم سر اصل مطلب. من یکی از اصلی ترین مسائلی که مسئله که خیلی زیاده دارم میخواد سالها پیشنم با صحبت کنم، ولی اصل مطلب رابطه یکی توش هستم، یه خانم 24 ساله دو سال از خودم کوچیکتر، ما 5 ساله با هم تو رابطه ایم و ایشون هم مشاوره میخوندن، ولی خب سال اول انصراف دادن. من از همون سال اول که با ایشون تو رابطه بودم
این دیگه تا 5 سال طول کشید. من احساس میکنم از همون اوایل من اینو حس میکردم، چه با منطق و یا با حالا حس و اینها، که ما شاید به درد هم نخوریم برای رابطه جدی. ولی خب این حالت جدی رفت جلو. فکر میکنم یکی از اصلی ترین دلایلش این بود که من توی این موضع مشکل داشتم که بتونم حرفی که فکر میکنم درسته رو بیان کنم. تو روابط هم این مشکل همیشه بوده. و یه دلیل اصلی دیگه این بود که میگم همین مسئله که تنهایی شدیدی که من احساس میکردم با هر کی که صحبت میکردم، شاید اینطور که فکر میکردم درسته با هم نمیتونستیم صحبت بکنیم یا صحبت ها سطحی بود، خیلی حالم خراب میشد که مثلا این دیگه مثلا این چیزا براش مهم نیست، پس مثلا نمیشه رابطه خوبی باشه الی آخر. نتیجهش این بود که تنهایی شدیدی بود. حالا میگم بعد از شنیدن صحبت شما خیلی بهتر شده و اینکه حالا بقیه آدم ها همچنین خودم ارزشمند بدونم، خوب بدونم، که رابطه هم خوب شکل بگیره، این خیلی تغییر کردم تو این دو سال. ولی فقط خواستم بهتون بگم که اینجوری بوده رابطه تا الان. و چیزی که من درگیرم اینه که احساس میکنم این فهمیدم که خوب نیست، شاید دو سه ساله و اینو نمیتونم تمومش کنم. همون لحظه بزنگاه سر جایی که باید دیگه بگم خب تموم، ما دیگه به درد هم نمیخوریم و این فشار وحشتناکی به وارد میشه اون لحظه. و 5-6 سالم هست با مشاور کار میکنم، پیش مشاور رفتم، مفصل صحبت میکردیم، ولی چون یه بار دو بار تجربه داشتم که دارو مصرف میکردم پیش روانپزشک، دارو روانپزشک رو ادامه ندادم برای به اصطلاح استراب و اینها، فقط با مشاور صحبت میکردم و همین دیگه. حالا 1-2 ساله که با یه نفر خیلی جدی میرم جلو و ایشون هم همین حرفا که بهتون گفتم و یعنی گفتن که این خب بین دو سه تا نکته کوچک رو صبر کن. نه صبر کن. دو سه تا نکته اینجا مطرحه. اولا اینکه وقتی که تو خودت میدونی ما یه چیزی به اسم استراب هستی داریم، اگزیستنشال انگزایتی، که یکیش مرگ، یکی شک، ولی یکیش هم تنهاییه. هیچ کس در جهان مانند ما نیست. ما منحصر به فردیم. حتی من شبیه دیروزم و شبیه فردام نخواهم بود. گفتم انسان یه رودخانه است که لحظه‌اش با لحظه دیگرش قابل یکسان نیست و متفاوته. حالا اینجا مسئله سازگاری مطرحه، یعنی به دلیل همین دگرگونی ما رو میرسونه به یه درصد و یه احتمال یا با یک شک در جهت حتی درستی و غلطی و کنار اونا بودن. یعنی اونو باید به عنوان یه واقعیت پذیرفت، چون قطعیتی در کار نیست، قاطعیتی نیست، تنها قانون مطلق جهان نسبیته. بنابراین با توجه به این حرفا تو باید اینو اول بپذیری. تنهایی که تنهایی، همه تنها، متاسفانه بقیه متوجه نیستن و بعد به عمق مسئله پی نمیبرن. گفتم من تو بحثی که امروز با خودم میکنم که اگر یه ماه قبل یا یه ماه بعد بکنم متفاوته، پس باید بگم حتی من آدم یه ماه قبل یا یه ماه بعدم نیستم، چرا در ارتباطم با تو. این موضع اول. دوم، ماجرای زمینه وجود من و تو شما، هم حس ما یه چیزی میخواد، هم احساس ما یه چیزی میخواد، هم باورهای ما میخواد، هم حالا واقعیت با خودش، هوش و علم و عقل و منطق رو. بنابراین یه چیزی ممکنه از نظر یه قسمت اونقدر درست نباشه، ولی از نظر قسمت‌های دیگه درست. تازه با این فرضه که تو در یه شرایط عادی که میتونی تجزیه و تحلیل و ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری منطقی داشته باشی رو بروی. نه، تو آمدی سراغ یه موضوعی که پیچیده ترین زمینه ارتباط انسانی، ارتباط احساسی و عاطفی میان دو تا آدم، اما مهمترش داستان جایگاه تو خانواده، تو اصلا تبدیل به یک کسی دیگه ای کردی. یعنی تو اگر فاصلت با خواهر برادرات کم بود اصلا یک کسی دیگری بودی. خب این فاصله تک اصلا جنبه مثبتی نداره، یعنی یه بار سنگین بسیار، از یه طرف تنهایی، از یه طرف جدایی، از یه طرف احساس حتی درماندگی و بیچارگی در ارتباط با اون خواهر و برادر بزرگتر که هر اندازم خوب باشن نه اون دانایی نه اون مهربونی رو ندارن که غالب اوقات حتی پدر مادرام ندارن. یعنی میخوام به تو بگم تو با یه سابقه ای وارد اینجا شدی. ای بسا اصلا موضوع تو دو چیزه، یکی ترس از ترک کردنه، یکی ترس از بیوفاییه. بنابراین اون 80% تصمیم توه، در حالی که رابطه به نظر درسته میاد، یکی اینکه نمیتونی ترک کنی. مثل اینکه آدم بگه پدرم رو مادرم رو میخوام ترک کنم، فرزندم میخوام ترک کنم. خب اصلا مهم نیست دلایلی چه، علم، پول، مقام، چیه. تو فقط میتونی در مواردی که مسئله خطر جانی مطرح باشه این حرفا رو بزنی. و دوم، تو نمیخوای به یه آدم
که به نوعی به تو مرتبطه و تو در اون حد نیستی و تو یه تلاشی برای نزدیک کردن خودت به او داشتی به این امید که آنچه که میخوای باشه و به دست بیاری در نیامده، خب تو خودت این مقدار مسئول و مقصر پیام‌های مثبت و یا امیدوار کننده میدونی که نسبت به او داری. علتی که این حرفا رو میزنم این است که تو 20 تا 30 تا فاکتور مختلف میتونه توضیح دهنده کار تو باشه، ولی در بسیاری از موارد حرف این است که چون من اگر امروز تصمیم درستی بگیرم احتمال اینکه بعداً معلوم بشه غلطه و یا پشیمون بشم کمتره، پس تصمیم درست رو میگیرم. حالا تازه اینجا وقتی است که فقط به خود من مرتبطه، اینجا تو تصمیمت به اون آدم هم مرتبطه. حالا به من بگو اون دختر خانم الان در ارتباط با تو کجاست، چقدر علاقمنده، چقدر بودنش با تو براش مهمه، احتمالاً چه بر سرش خواهد اومد اگر تو این رابطه رو به هم بزنی، او چه چیزی میگه یا چه کارایی کرده، چه جنبه‌های مثبتی انجام داده که تو خودت رو بدهکار و مدیون او میدونی، چه جنبه‌های منفی انجام داده که برخی از وقت از شدت خشم میخوای او رو ترک کنی. اینا اون مواردی است که با تراپیستت کار میکنی بتونی راجعش حرف بزنی. جان آره، چقدر آی دکتر قشنگ توصیف کردین. یعنی من نگفتم بحث بی‌وفایی، ولی شما گفتین. یعنی من هم اساسی ترین مشکلم این که بخوام حالا به کسی آسیبی برسونم به بی‌وفایی بشه، یا اینکه حالا اون بخواد به من بی‌وفایی بکنه، جفتش در کنار ترس از ترک کردن و ترک شدن قرار داره. و همین موضوع، یعنی اینو خیلی درست کنم، سال هاست من از این موضوع رنج میکشیدم که بحث برادر و خواهر، احساس میکردم پدر مادر دوم بودن و دائم بکن نکن نشین نشین داشتن، نه اینکه بخوان کنار من باشن. این تنهایی خیلی زیاد بوده. فهمیدین که چی بوده که این باعث شده و نظر اون چیه؟ یکی از اصلی ترین مسائلی که شاید من این رابطه میدونستم شاید کار نمیکنه برام ولی ادامه دادم، همین بحثی بود که شاید دوست داشتم یکی منو بپذیره، نیاز داشتم شدیداً که یکی اشاره کنه به اینکه چقدر من حرفام حالا درسته، آدم ارزشمندی هستم، با وجود اینکه حرفام شاید توی اکثریت جامعه خریداری نداره، ولی حرفای خوبیه، حرفای درستیه، حرفای قشنگ. شاید اینو به من داد که خیلی موندم کنارش و جذب شدم. و چیزی که شاید منو ناراحت میکنه اختلافاییه که در کنار که آدم درستیم، هر دومون حالا خوبیم با هم دیگه، اختلاف شدید دیدگاهه. یعنی من برای عقل و منطق و مثلا پیش یه متخصص برم بپرسم اون کارش درسته، به اصطلاح کار درست چیه، راه درست چیه، ایشون دقیقا نقطه مقابل منه. یعنی میگه هر چی که دلم بخواد همون انجام میدم، من همینم که هستم، اینجوری خوبه. و یکی از اساسی در این مشکلای ما این سالها همین بوده که من گفتم جایی که ما تو سن کم، تجربه پایین، احساسات شدید نمیتونیم تصمیم بگیریم، شاید یه مشاور متخصص روانشناس میتونه ما کمک کنه و بذار اینو به اون بسپریم که یه ذره به قول شما حالا چراغا رو برام روشن کنه. من این سالها اینو داشتم و ایشون همیشه با این موضوع مخالف بوده که نه، اونا اینجوریان اونجوریان، من اصلا هر جور که میخوام انجام بدم. و این اصلی ترین خب آخه این نگاه ها درست نیست عزیز. نظر اونم نسبت به من نه. آخه ببین عزیز، اون استدلال ایشون از اساس و پایه درست نیست. یعنی یه مقدار گرفتاری در اونجاست. اولا ایشون یه فرضی داره که اصل و اساس احساس و اعتقاده. تو میدونی من تمام عمرم با این جنگیدم، به همین جاست که وقتی شعار رادیو همراه این است که اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است، جایی برای احساس نیست. برای که بزرگترین اشتباه مردم جهان اینه که فکر کنن احساس واقعیت خارجی است، احساس ملاک اندازه‌گیری واقعیت. بنابراین من اگر از یه چیز خوشم میاد پس خوبم، مطلقاً چنین نیست. برای که بارها چرا من رو تخته مینیکیزم، احساس رو میسم وسط، میگم از چهار تا راه میاد، یکی از حس میاد، من تو رو میبینم خوشم میاد، دوم از تخیل میاد، یه فکر خوب میکنم خوشحالم میکنه، سوم از یه احساس دیگه میاد، من میترسم پس خشمگین و عصبانی میشم، چهار از واقعیت میاد. آخه دوست شما یه فرضی داره که احساس به خودی خودش اصالت داره، احساس به خودی خودش واقعی است. احساس به خودی خودش یعنی که من اگر یه چیزی رو دوست دارم پس درستم هست. نه، همچین چیزی نیست. اتفاقا بیشتر چیزایی که ما دوست داریم درست نیست. یکی از دوستان میگفت از 100 تا غذای خوشمزه‌ای که من دوست دارم 95 تاش برای من مضره.
واقعیت دنیا غیر از اینه، ایشون یه دنیایی داره و علت هم که شما به هم باز جذب میشید که بودید اون چیزیست که در اصطلاح انگلیسی میگن opposite attract، یعنی مخالف جذب میکنه ولی بعد and then attack، تو رابطه بعد جنگ رو شروع میکنه. بعد از اون شما یه اشکال دیگه که دارید، یادتون رفته که شما درسته که میخواید با یه آدم حرف بزنید ولی همسرتون قرار نیست که در زمینه‌های علمی یا هنری یا فلسفی یا مذهبی مانند شما باشه. باشه از یه جهاتی خوبه، نمیگم بودنش بده، ولی شما برای بحث‌های فلسفی باید استاد فلسفتون رو پیدا کنید. همسر شما میتونه یه آدم بسیار پرگماتیسمی باشه که براش حقیقت مساوی است با مصلحت و منفعت. یاران اینجا که حرفی به من میذارید، برای او واقعیت و حقیقت یعنی احساس، یعنی اعتقاد، در حالی که از نظر من خالی تر از احساس و اعتقاد که بتونه مبنای موضوع اساسی قرار بگیره چیز دیگری است. انسان وحشتناکه، یعنی آدم میخواد با احساسش زندگی کنه. بعد به طول تاریخ نگاه میکنیم میبینیم نه تنها اشتباهات کوچک، اشتباهات بزرگ که حتی موجب مرگ میلیون ها نفر شده از احساس و اعتقاد آمده، در حالی که اگر احساس و اعتقاد کنار بشن واقعیت و علم و حق بود. بعد همونطور که خود اشاره کردی، همینقدر که پرتو اخلاق رو داشت ما دیگه دچار اشکال نمیشدیم. چرا باور من این است که هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر ما همه بریم تو مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق، reality, responsibility, morality. اصلا راه دومی نیست. هر وقت تو این راه نباشیم میفتیم تو مثلث زحمت که حالا درگیر هستیم با همه مسائل زندگیمون. بنابراین شما حالا از جهت دیگه چون اون آدم یه توانایی هایی داشته در جهت فهم و درک شما و در این حال دوست داشته یه چنین تفاوتی رو، یه چنین چالشی رو به نوع دیگه که توش زمینه یادگیری بوده کنار شما مونده و شما هم که حالا یه نفر رو بالاخره پیدا کردید که تا حدودی حاضر اقلا شما رو بشنوه، مخالفتش هم اگر هست از سر کمدانیشه یا بیتوجهیشه نه به هر حال فردی و شخصی، یکی همی اون محیط رو ام دیدی ولی برات کافی نیست. ولی یادت باشه بسیاری از اوقات آدم ها، گفتم نه میگم همیشه، بسیار ازدواج نمی کنن برای که کسی شریک بحث علمی فلسفی و یا حرفه‌ایشون بشه. مطالعات نشون میده دو تا آدمی که رشته تحصیلشون یکیه ولی با هم کار نمی کنن بهترین زوجن، ولی که حداقل در یک کلیاتی با هم شریکن. ولی این خیلی متفاوته تا اینکه یک کسی که پزشکه بگه من فقط میخوام با یک کسی که تو کار پزشکی ازدواج کنم. در غیر این صورت من دکتر تو خونه درباره 10 تا مطلبی که حرف بزنیم 9 تاش همسرم نمیفهمه. خیلی آیه دکتر قشنگ فرمودین، مخصوصا اون بخشی که گفتین شما همسرت که قرار نیست باهاش بشینی بحث علمی و فرهنگی و فلسفی بکنی، اینو خیلی درست فرمودین. منم اینو متوجه شدم بعد از کمکی که حالا مشاورم کرد و حرف شما شنیدم. اما نکته ای که هست، من احساس میکنم این تفاوت دیدگاه نه فقط تو بحث کردن بلکه تو خود زندگی بعضی جاها من میبینم. یعنی من مثلا درباره یه رابطه با یک زوجی که ما رو با هم میریم بیرون دارم بهش نظر میدم که حالا اینا فلان مشکل رو دارن، فرض کن اینا علاقهشون اینه که فرض کن برن باغ، برن مثلا حالا مشروب بخورن فلان. خب این منطقی نیست. من احساس میکنم ما اینو باید محدودش کنیم. ما اینجا تفاوت داریم تو بحث کار و شغل، تو بحث خب ایشون استدلالش چیه؟ باید داشته باشیم تو نه ببینید ایشون که نمیتونه استدلال کنه نه خوردن مشروب خوبه. بعد اگر بهش بگی خیلی خب میخوای منم بخورم، ضمناً بچه‌هام که به سن رسن عرق خور بار بیار، خب میگه نه. اون ممکنه حرفش این باشه که حرفش این است که معمولا نه، اون میخواد بگه اونا عرق میخورن برای اینه با قبول دارم ولی دلیل نداره که ما باشون رابطه نداشته باشه. قرار همینو میگه دقیقا. خب این یه بحث متفاوته. ببینید شما با توجه به نوع ذهنیتی که دارید، چرا من متوجهم، شما در جهت مسئله سازگاری یعنی ادابتیشن مسئله داری عزیز و اینم برمیگرده به بلایی که سر تو خواهر برادر داشت. ببین عزیز، شما الان 10,000 بار، نه یه بار، دو بار، سه بار بهتون بکنه نکنه باید نبایدی گفتن که نه مهربانانه بوده، نه واقع بینانه بوده، نه عاقلانه بوده، نه هیچی نبوده. این یکی. بنابراین شما یه نوع حالت ریاکشن و واکنش رو نسبت به این موضوع ها دارید و به همجه است که به اینجا پناه آوردید که اگر یه چیزی معقول و منطقی باشه هر اندازه برای من سخت و تلخ باشه میپذیرم، اگر نه نمیپذیرم. خب همسرتون یا دوستتون این گونه نیست.
او معتقد ما در دنیایی هستیم که بالاخره با همه جور چیزای یه جوری کنار میرن. و وقتی شما نگاه میکنید به تاریخ در حقیقت طبیعت، از 100 تا موجود 99 تاش تو نتونسته سازگاری بکنه رفته. طبیعت باید بیش از این متنوع بود. مسئله اصلی و اساسی ادابتیشن و سازگاری عزیز، یعنی این به نظر میرسه که تنها و تو اینو کم داری و به همجاست که از یه طرف با بقیه احساس قربت و جدایی و تنهایی رو میکنی، از یه طرف حتی دنبال یه کسی هستی که مانند خودت باشه یا در حد تو باشه. ولی خب اینو ممکنه توی یه دانشجوی رشته فلسفه لیسانس و لیسانس دکترای فلسفه یا حتی علوم اجتماعی پیدا کنی، ولی اونجا این خطر داره که از دو جای مختلف بیاید یه نوع دیگری به جنگ هم برید، و یا اگر خیلی شبیه هم باشید اون زیبایی و تنوع و آموزش و رشد رو و چالش رو، اون چالنجی که تو میخوای رو نداشته باشه. تا اگر یه کسی رو پیدا کنی که هرچی تو میدونی بدونی که اصلا حرفی برای گفتن ندارید، تو میخوای یه کسی باشه که حداقل هم یا متفاوت باشید، نمیخوام بگم مخالف باشید، متفاوت باشید، و یا تو رو به یه چالشی بکشونه یا یه چیزایی در یه زمینای او بدونه که تو ندونی. به همین جاست که مردم در جهت ازدواج برخی از خود با کسی ازدواج میکنن که مثلا 20-30 درصد زندگیشون هیچ ارتباطی با اون آدم نداره. این نمونه برجستش تو ایران بود. اینو ما بین استادا و دانشجوها داشتیم. یعنی شما فرض کنید استاد برجسته ای که من فرض کنید که 40 جلدم کتاب داشت، تازه تو حدود 40 سالگی با یه دختر خانم مثلا 18 ساله ازدواج کرده بود که اون در تمام عمرش 40 جلد کتاب نخونده بود، ولی با هم راحت بودن. برای که نوع انتظاری که داشتن متفاوت بود. درست مثل وقتی تو به عنوان استاد بری سر کلاس با دانشجویی که نمیدونه. ولی اگر تو فرض دادیم باشه من سر کلاس میبینم که همه به اندازه من یا بیشتر از من یا در زمینهای مختلف بهتر از من باشن، که خب همچه کلاسی تشکیل نمیشه. خیلی درست. من آقای دکتر انتظار داشتم شما یا مثل خیلی از دوستان بگین خوبی ها و بدی ها رو بگو، یا بگین که تو اگر ادعای عقل و منطقت میشه پس چرا اینجا گیر افتادی، چرا نمیتونی کار درست انجام بدی پاشم وایسی. ولی کاملا متفاوت صحبت کردیم، رفتیم سر اون جایی که به سلامت توش ضعف دارم. خب من اینو متوجه هستم روی این اگر بخوام کار بکنم، و باز هم این موضوع من خب نه همون میشه دیگه و اذیتم بکنم. خواستم بگم خب ببین عزیزم، نوع علایق و فیلم و کتاب، بذار من فقط یه جمله، بذار من یه جمله به تو بگم، یه تیکشو داشته باش میره و برمیگردیم. ببین عزیز، ما در دنیایی هستیم که متاسفانه درباره موضوع بسیاری اول تصمیم میگیریم و دنبال علل و عوامل و دلایل میریم. به نظر من شما به دلایل زن و مرد بودن و خیلی جنبه‌های مثبت و حتی حالت‌های کودکانه و جبرانی و بازی و لجبازی و همبازی و اینا به هم نزدیک شدید، ولی وقتی سر موضوعی اصلی و اساسی میرسه گیر میافتید. یعنی اینجاست که بسیار از اوقات آدم‌ها میرن تو مهمونی خیلی خوب و خوشن، ولی اگر قرار باشه با همین مهمونایی که خیلی خوب و خوشن بخوان زندگی کنن، ظرف یه هفته طلاق میگیرن. اونا برای مهمونی خوبند، تو جمع مهمونی که خیره که رست و خیلی راحتند، بیرون که میان یه آدم دیگه ای میخوای، و شما یافتن یه آدمی که هر دوتا جنبه رو بتونه حد در حالا جنبه‌های دیگه هم داره بازی کنه رو به این راحتی ها پیدا نمیکنید. و کسی هم که به شما گره خورده در یه زمانی بوده که یه جنبه‌هایی از نیازهای شما رو برآورده میکرده، چالشی برای شما بوده، امیدی رو به وجود میآورده، تغییراتی رو زمین فراهم میکرده، شما رو حتی از جهت اشتباهش به یه جاهایی میرسونده که برخی از اوقات خودتون نمیرسید. من برخی از اوقات سر کلاس دانشجو ازم یه سوالاتی میکردن که از سال نامربوط پرت بیمعنی اونو من متوجه یه واقعیتی میشدم که اصلا بهش قبلا دسترسی نداشتم. سوال اصلا درست نبود، مطلب درست نبود، اما منو به یه جایی برد که خودم متوجه چیزی شدم که اصلا بهش توجهی نداشتم و حالا فهمیدم به همین چیزی که خیلی از اوقات مثل من همیشه مثال زدم، مثل یه رعد و برقی که توی بیابونی میزنه و تو گم کردی رو مثلا خانت رو، توی رعد و برق یه دفعه متوجه میشی خانت مثلا با یه زاویه 20-30 درجه از جایی که ایستادی بری بهش میرسی. درسته باز تو تاریکیه،
ولی اون رد و برق تو رو راه انداخت. حالا باز اگر وقتش نیست چیز کوچیکم راجع به ترس توی شخصیتم بگم و دیگه تمام. من یکی از مسائلی که هست علاوه بر این چیزی که شما گفتین خیلی درسته و من همیشه به اینا فکر می‌کردم، ولی حرفم این بوده که اینا تا یک حدودی قشنگ و درست و زیبا باعث یادگیری من میشه، باعث این میشه که من بودایی که برخلاف ذهن خودم و یا فکر می‌کنم همیشه حالا این بوده منطق و عقل درسته تو اون بودا هم بتونم ببینم یاد بگیرم و برام جدید باشه. اینو همیشه فهمیدم. اما صحبت من اینه که حالا شما هم خانومی که با من تو رابطه هستی، یه بخشی که من دارم میگم و اینا باید برات مهم باشه که تا بتونی با هم رابطه داشته باشی، یعنی باید دو طرفه باشه. اگر من میگم من از تو یاد میگیرم با این مثلا تو این 10 مورد، حالا نه که تو بیای از من یاد بگیری، حالا تو هم توی بعضی جاها حالا پیش مشاور رفتن، تو بحث تحصیل، تو بحث یک تصمیم گیریه که من دلم میخواد راجع به این موضوع تحلیل کنیم، با هم صحبت کنیم، به یه نتیجه برسیم. ولی این نه، این اونجا که میرسه انگار این ایشون، من احساس میکنم این یکی از مشکلاتشه که یعنی علاوه بر این که بخوایم ما با هم بریم پیش مشاور، این باید خودش اینو بره حالا پیش مشاور شخص خودش حل کنه، که حالا جایی که قراره با همکاری باشه یا نظر متفاوت از خودش باشه دیگه اصلا شنوایی نداره، ابدا حاضر نیست بگه اوکی. سری میره سر هم بحث همیشه یه من همینم که هستم. من از این موضوع ترس داشتم همیشه و گفتم یعنی اینو خواست. حتی تو این دو سه سال که ما سرش جنگ و دعوا داشتیم ایشون حاضر نشد تغییر بده، منم سختم بود بخوام اینو بپذیرم با این مورد، با این مشکل. یکی این موضوع و دومی مشکلش هم که مشکلی که هست که این شاید جلو نره اینه که من احساس میکنم شدید توی روانم از بچه دار شدن خیلی میترسم و حالا یه جاهایی زیاد مسئولیت گردن میگیرم، همه کار رو میخوام انجام بدم، یه جایی ترس شدید از مسئولیت دارم که فکر میکنم اونم به خاطر همون بچه آخر بودم باشه. و این چیزی بوده که توی این چند سال با مشاور حالا میگم جلو رفتیم، ولی خیلی عمیق و سنگین بوده. و همین. ببین عزیز نه متوجه هستم، ولی ببین اینا ریشاش مشخصه از کجا میاد. تو حتما حرفای من اگر شنیدی میدونی مطالعات امریکا نشون میده ما با کسی ازدواج کنیم که بدترین صفت پدر و مادرمون داره، و اینجا به نظر من تو سراغ کسی رفتی که بدترین صفت خواهر برادر تو داره، و اینجا مسئله توه، یعنی گیر تو اونجاست. و به نظر من ایشون به یک اعتبار داره بازه همون نقش رو ایفا میکنه، با این تفاوت که خواهر برادر تو حرفش این بود که این درسته باید انجام بشه، این بکنه نکنه، ایشون حرفش اینه که حرف تو میتونه درست باشه ولی احساس من و میل من و خواسته من لغت درست نیست، درستره. پس بنابراین درست تو رو پس میزنن. شما به امید این که ایشون یه روزی خوب بشه همطور که دلت میخواسته خواهر برادر تو خوب بشن دنبالش هستی و شدنه نیست، چون میدونی دلیل این که ما میریم با بدترین کسی که بدترین صفت پدر مادر ما رو داره ازدواج میکنیم اینه که اولا میخوایم همون گذشته رو ادامه بدیم برای که باش آشناییم، مثل که زبان فارسی منه. دوم اینکه امید من این بوده که یه روزی اون تغییر بکنه و حالا میبینم جلو من یه کسی است که شاید آمادگیش داشته باشه. و سوم اگر تغییر نکرد من حداقل میتونم انتقامم ازش بگیرم و خشم فرو خوردم روی اون بپاشم. به همین دلیلی که ما این کارو میکنیم. خیلی عجیبه در یک کشوری مانند امریکا بزرگترین عامل انتخاب همسر اینه که من با کسی است که بدترین صفت پدرم داره. من دقیقاً اینو الان در تو میبینم، ولی در اینجا چون نقش اصلی و اساسی از آن پدر مادر تو نبوده، خواهر برادرها بودن، علتش این است که تاثیر اونها مضاعف بوده. یعنی نه تنها نقش پدر مادری داشتن، ویژگی دانایی و مهربانی پدر مادر رو نداشتن و در نتیجه همه اینا دست به دست هم داده این وضعیت رو به وجود آورده. تو با این خانم گره خوردی عزیز. این گره خوردن به خاطر کودکیت، تنهاییت، جداییت، ضمناً یه بهانه‌ای هم شاید هست که با کسی درگیر شدی که احتمالاً منجر به ازدواجی یا صاحب فرزند شدنی نمیشه. به این چیزیست که ای بسا ته وجود تو هست که هم از این تعهد ازدواج به دلایلی پروا داری یا باش مسئله داری و یا مسئله بچه هست. پس بنابراین بذار با این باشم که بالاخره میدونم به جایی نمیرسم، چون من بارها با کسانی تو کار تراپی روبرو شدم، رو خط رادیو تلویزیون فراوون، ولی بیشتر تو کار تراپی، که تنها شرط این که با یک کسی برند و علاقه من بشند و درگیرش بشن این بود که مطمئن بودن هرگز با این آدم ازدواج نمی کنن. یا خودشون نمی خوان یا اون نمی خواد یا هر دو. و الان به نظر من همچه چیزی رو تو داری به من پیامش رو میدی. برای شما در یه رابطه یه سطحی گذرا به عنوان دوست میتونید کنار هم باشید، ولی اگر بخواید اون رو عمیق و جدی کنید و یا بیاد انحصاریش کنید به این معنا که
ما با هم ازدواج بکنیم احتمالاً به جایی نمیرسید. حالا یه سوال دارم، اگر من اون دختر خانم رو در یه شرایطی بذارم، تو چرا میخوای با یه همچین مردی که این گونه هست و برای مثلا احساس و باور تو اهمیتی قائل نیست و اون رو با ملاک‌های واقعی و علمی و عقلی ابدا درست نمیدونه همینجوری رابطه رو ادامه دادی، به من چی میگه؟ احتمالا با همون مدل خودش بگه خب من دوستش دارم، عشقه، که من بارها هم بهش گفتم تعریفت از عشقم حالا فانتزیه، تخیلیه، درست نیست، ولی تا اینجا میخوام بگم رسیدیم. ولی نه خب ایشان نرسید، عاشقشم، این با بقیه نه. فرق داره. خب معلومه با بقیه فرق داره، ولی آدم بزنی که یکی از دیگه هم با تو فرق داره. نه ببین عزیز، تو با یک کسی رو برو هستی که دقیقا در یه زمین های عکس توه و توی همچی چیزی رو دوست داری، چون میدونی ما مطالعات علمی نشون میده که ما یه 85% دنبال کسی هستیم که شبیه مانند، باز یه 15% هم دنبال متضادمون هستیم در یه زمینه هایی، ولی مشروط بر این که خطر جدی ما رو تهدید نکنه. این همون چیزی که آدم ها تو مسابقه ورزشی دارن، یعنی میخوان ببرن یا ببازن، براشون هم بسیار مهمه، ولی اگه خطر مرگ نداشته باشه میتونن بپذیرنش. تا مران درگیر یه همچین چالشی، همچین کشتی با ایشون شدی و امیدت به اینه که بتونی ایشون رو به سمت و سوی خودت بیاری، ولی اشکال کار این است که پایهاتون با هم متفاوته عزیز. یعنی تو درست مثل این است که بری الان ظرف 3 ماه زبان ژاپنی یاد بگیری بعد بخوای شعر بگی درش، و همچی کاری شدنی نیست. ایشون به تو نمیرسه، تو هم به اون نمیرسی، مگر اینکه نگاه دیگری داشته باشی. تو الان بیا بچه 2 ساله رو، چون اتفاق افتاد، یه بچه 2 ساله رو من بده الان تا 10 شب، من 10-11 ساعت باش خوب و خوشم، هیچ شباهتی هم ما دوتا با هم نداریم جز اون جنبه انسانیمون، برای که کار او بازی او مسخرگی او تکرار من، تقلید من، جنگیدن من، مخالفتش، همه اینا برای من جالب و جاذبه. خب این تا یه زمانی است، ولی اگر من بخوام زندگیمو در این چارچوب بذارم که نمیشه. تا حالا رفتی سراغ یه کسی که یه جزی از زندگی تو رو به یه گونه‌ای پر میکنه و تو رو هم مشغول میکنه، ضمناً ای بس و از فکر ازدواج و بچه و اینا تو رو میکشه بیرون، که احتمالاً میدونی نمیشه. بنابراین اگر سوالت اینه که چرا با این خانم موندی، به خاطر اینکه اینا تله های تو و در حقیقت چاهای روانی توه که تو هر وقت سراغش میری میفتی پایین، ولی اینکه به جایی و سرانجام میرسه متاسفانه نه، و بالاخره یکی یا هر دوتاتون خسته میشید. بعدم ایشون هم تازه ویژگی روانی خاص خودشو داره که یه آدمی مانند تو. حالا اگر بهش بگم مثلا امید اینه که مثلا این دوست تو بعد از یه مدتی دست از سر تو برداره و احساس و اعتقاد و باور تو رو اصل بدونه و عقل و منطقش رو بذاره کنار، خب مطمئنم اگر یه ذره واقع بین عاقل باشه میگه نه، ولی خب میخواد چیکارش بکنه؟ چرا او چرا میخواد ازدواج تو رو یا رابطه تو رو به صورت یک شمشیر در بیاره که بقیه رو از خودش دور کنه؟ من کاملا متوجه شدم، میگم یک بخش زیادیش به خاطر اینکه اون نیازهایی که ما داشتیم به قول شما به هم گره خورده تو اون تایم، و بعد از یه تایم دیگه میبینیم خب نه، این دیگه بعد از این ساعتی که با هم خوب و خوش بودیم بیشتر از این دیگه میبینیم نمیشه، و شاید توی همین جدا شدنه هم من باز اون پذیرش اون سازگاریه نبوده، یعنی دلم میخواسته اونجوری که من میخوام بیاد با منطق من با تحلیل من به این نتیجه برسه اونم که آره ما به درد هم نمیخوریم، در صورتی که ایشون هم باز احتمالاً با مدل خودش تصمیم میگیره و هیچ وقت رایت نمیشه بیاد. نه دیگه ببینید این مشکل هست دیگه عزیزم، ببینید تمام اعداد وقتی شما در هم ضرب میکنید معنی دارن، ولی وقتی صفر رو آوردی همه رو صفر میکنه. اشکال کار این است که ایشون گفتم چرا بحث خودت که میدونی، چرا وقتی گفتن علت خلقت چیه تو هر چی بگی علت خلقت میشه گفت چرا، ولی وقتی برگشتی گفتی خدا عشقش کشید و به خاطر عشق بود ناچاری خفه خون بگیری دیگه. بنابراین اساس تفکر مذهبی در اینه که علت خلقت عشق. اون حدیث کنت و کنزن مخفی هاست دیگه، گنجی پنهان بودم خواستم تا شناخته بشم، پس خلق کردم تا مرا بشناسند. این همین حرفیست که بعدی هم سعدی هم میزنه در ازل پرتو حسنت ز تجلی سر زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، خواست تا جلوه در صورت خود را مشوق، خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد.
یعنی علت خلقتش که دوست شما هم از این استفاده میکنه. این همون چیزیست که بسیار از اوقات پدر و مادر هم ازش استفاده میکنن. ولی اشکال کار این است که یه عشق در مفهوم عشقش که اصلا رابطه میان زن و مرد، عشق در مفهوم محبت و مهربونیش که اصلا از یه منشأ علت دیگه میاد که عامل اصلیش قرار واقعیت باشه و علم و عقل باشه، خب اینا نیست عزیز. بنابراین اینا احساسایی است که من برخی از وقت به عنوان احساسای بیمارگونه میشناسم، یا عشق بیمارگونه یا بیمار عاشق. ولی تازه ایشون به نظر من اونم نیست. برای او در یه جامعه مانند ایران دوستی با تو با تفاوتات با یا اعتماد و اطمینانی در یه زمینه‌ای به تو میتونه بکنه، همه و همه دست به دست هم میده، زمینه ای رو فراهم میکنه که به هر حال کنار تو باشه. ولی اگر او میامد روی خط، من میفهمیدم چرا ایشون تو زندگی تو هست. خیلی آی دکتر قشنگ تفکیک میکنین همه موضوع رو. کاش که تو ایران هم این نسخه از شما داشتیم، میتونستیم بریم پیشش لذت ببریم. آره مرسی از اینکه خیلی وقت گذاشتین برای من. من آخرین حرفی که داشتم این بود که ما متاسفانه در تمام زمانی که من یادم میاد توی خونه جنگ و دعوای این بود که پدر خب همیشه میگفت این چیزی که من میگم باید باشه، اصلا هیچ رابطه ای نبوده، رفت آمدی نبوده، هیچ اصلا شما فکر کن یک موزیک و فیلم ساده این عصبانیت بابا رو ما باید تحمل میکردیم، یا فرض کنید مثلا صحبت کردن هیچ وقت نبوده، دائم همه صحبت ساکت میبودن، اصلا هیچ چیز نام رابطه اصلا من یادم نمیاد. و چیزی که یادمه بیشتر دعوای خواهر و برادرم با خانم پدر و مادر بوده و اینو دیدم و الان هم که باز خودم از نوجوانی یادم میاد این مشکل رو با اینا داشتم. این فقط گفتم که یه چیزی بود که همیشه من اذیت میکرد. اما چیزی که خواهر صحبت کنم اینه که الان تو زندگی شخصیم یه چیزی که اذیتم میکنه یه ترس زیادیه، ترس از رابطه برقرار کردن با آدم ها، از اینکه حالا اون طرف ناامید میشه از من، عصبانی بشه از من، یا اینکه بخواد رابطه قطع بشه، ضرری به من برسه. و اینا رو مفصل من دربارش حالا فکر کردم، صحبت کردم با کسایی. چیزی که فکر میکنم گیر اصلی اینه که اون لحظه اون فکر کار نمیکنه برای من که حالا بهش مثلا بگم خب حالا مثلا به درک ناامید شد که شد، میام سراغ یکی دیگه یا یه کار دیگه یا یک کار. نه اینجوری بهش نگاه نکن، چون تیپ رو... نه با تیپ روانی تو نمیخونه. نه ببین عزیز، موضوع یه جور دیگه نگاه. یک، من صمیمی و صادقم، واقعیات رو، حقایق رو در حدی که آدم بهتره یا باید بدونه میگم، انتخاب و تصمیم رو به او میذارم، برای او حق اشتباه رو قائلم، برای بعدش دیگه خودم رو مسئول و مقصر و گناهکار نمیدونم. تو نمیتونی بگی من به خاطر کارهای خوبی که کردم و تو به من علاقه من شدی و حالا فایده نداره این رابطه، پس خودم رو مسئول و مقصر بدونم. نه، وارد این بحث نشو. مادام که تو از آغاز واقع بین و آنچه که حقیقت هست رو میگی، آنچه که خوب و درسته رو میگی، پنهان کاری نداری، بازی نداری، از این که بعدن به خودت یا به دیگری آسیب بزنی جایی برای نگران نیست. تو اومدی حالا خواستی به امریکا، بیا امریکا، خواستی به من محبت کنی، فرزندان منو برداشتی ببری مثلا سینما، تو را تصادف کردی، بچه های من آسیب دیدن، تو که در اینجا نبود احساس گناه بکنی. تو نیت بدی نداشتی، انگیزه بدی نداشتی، هدف بدی نداشتی، در حدی که بودی و تا اونجایی که ممکنه تا واقع بینانه، حتی دیدی که من حرفم اینه 10% عیبای خودتون رو بیشتر کنید، 10% حسن و خوبی های خودتون رو کمتر کنید، که خاطرتون آسوده باشه کسی نمیتونه به شما نسبت دروغ و فریب بده. حالا اگر او خواست یه انتخاب اوست، او هم حق داره انتخاب درست یا غلط بکنه و اشتباه بکنه. وقتی برای اون قائلیم دیگه خودمون رو مسئول و مقصر نمیدونیم. بنابراین ما قرار نیست وارد یه رابطه که شدیم فکر کنیم حالا از این بعد یه بار سنگین تری رو دوش ماست، برای که اصلا هدف این بوده که با رابطه یا با ازدواج دردها کمتر میشه، لذتها بیشتر میشه، امنیت و آرامش بیشتر میشه، اضطراب و نگرانی کمتر میشه. اگر این با این نیت ما پیش میریم، نشد که نشد اون موقع، ولی دلیل نداره که بگیم من به همش میذارم. نه، این کار نمیکنه. و بعدم من متاسفانه بسیار از اوقات متوجه شدم که ما نمیخوایم قبول کنیم دیگری هم به همون اندازه مسئول اشتباهی است که در ارتباط با ما میکنه، یا متوجه مطالبی نیست که متوجه بعدن متوجه میشه. نه، ما قرار سهم و نقش خودمونو خوب عمل کنیم. چرا اون همه من اصرار دارم؟ من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، دیگران رو خوشحال میکنه، چه خوب نمیکنه متاسفم، ولی من چون کار درست و خوب و مناسب خودم میکنم، بیش از اونم مسئول نیستم.
یه کسی نمیتونه به تو بگه تو چون اینقدر خوبی. ببخشید میونه کلامتون، منظور من توی بقیه موارد زندگی هم این متاسفانه در من هست. منظورم این که گفتم شاید فکرم به قول شما میگه که آره من کار خوبم میکنم، حالا اون هر چه شد شد، تو بقیه جای زندگی منظورم بود، یعنی توی تحصیل، توی کار، توی مثلا یک نمونهش بهتون بگم، من خیلی همیشه دوست داشتم نویسنده بشم و همیشه دوست داشتم یه محتوای قشنگی رو، حالا بعد از اینکه آگاهیم کامل شد، به اصطلاح بنویسم و اینو گسترش بدم. همیشه این ترس تو من بوده که حالا این کسی اگه اینو دوست نداشت، کسی اگه حال نکرد باهاش، اگه همه مثلا گفتن اه این چقدر بده، من نمیتونم چیزی رو جلو ببرم. یا شما فرض کنید توی اداری یا توی جایی توی تحصیل، توی که حالا متوجه هستم اینا با هم فرق میکنن، یعنی اونجا آدم توی حدی مسئول هست که کارش مورد تایید حالا مدیر یا چیز باشه، اینو میفهمم، ولی چیزی که در درونم اتفاق میفته سخته. یعنی من میخوام شروع یه رابطه، یه صحبت، یک جایی میخوام برم، یه کاری میخوام بکنم، این تو مغزم داره میچرخه و فکر میکنم این شاید نیاز مثلا به دارو داشته باشه، نمیدونم. نه حالا اونقدر بحث دارویی نیست. نه من بحث تو رو نه من بحث دارویی نمیدونم. تو به من بگو یه مقدار زیادی به هر حال ویژگی‌های روانی داری که این تایید و تصویب رو بیش از اندازه میخوای، میفهمم. ما قرار عزیز نمیتونیم غیر از این عمل کنیم. ما قرار کار درست و خوب مناسب خودمون بکنیم. اگر شد شد، نشد نشد، دیگری هم آسیب دید، ما نیتمون و انگیزمون و هدفمون اگر بد نیست و حق داریم انتخاب کنیم و حق داریم تصمیم بگیریم، من فکر نمی کنم قرار نگران پیامد و عواقبش باشیم، برای که دنیا رو در این سطح و حد اصلا نمیشه در اختیار گرفت. ببین استرام تو از یه طرف زمینش رو فراهم میکنه، یه مقدار کمال پرستی و پرفکشنیزم داری که باید با او بجنگی، یه مقداری دوگانگی خودپسندی و خودناپسندی داری که باید اینا رو یه تعادلی بهش بدی، و الا برخی از وقت وارد حوزه خودناپسندی یا بعض وقت خودپسندی میشه، کار دست خودت میدی. یه مقداری میشه در جای مختلف کمی متفاوت عمل کرد، ولی بعدم من قرار نیستم اونقدر خودم رو مهم بدونم یا فکر کنم. پرس کن به من برگردم بگن که تو با برنامه رادیویی یه تاثیر بدی هم روی دل داشتی. میگم درسته، ولی خب همینه، من با این نیت نیومدم. به علاوه آدم ها آزاد بودن حرفای منو بشنون یا نشنون، و برای خود آدم ها این اندازه عقل و دانایی و مسئولیت قائل هستم که انتخاب درست میکردن، بیش از اون نه. پیلا معلومه که ما میتونیم فقط خوب عمل کنیم، درست عمل کنیم، بیش از اون دیگه نمیشه. ولی اینکه بخوایم دیگران تحت تاثیر قرار بدیم، بله. حالا من اتفاقا یه پیشنهاد آخر به تو دارم. من فکر کنم تو اگر بری رشته حقوق رو بخونی، برای اون کار بهترینی، یعنی تو اون رشته بعدم بری در مسیر استادیش و فلسفه حقوق، یعنی بتونی بری یه جایی بعدن درس بخونی که بتونی دانشگاه درس بدی، برای که پای و مایه همه این مسائل اجتماعی در تحلیل نهایی میره به این که اون درکی از روابط و بعداً انتخاب قاعده و قانونی برای به وجود آوردن رشد و پیشرفت برای همه در اون روابط. اینی که اون رشته با توجه به نظام استدلالی عقلی هم که داری، که اصلا اساس و پایه رشته حقوقه، درسته یه ذره رشته های دیگه رفتی، ولی اونم گوشه ذهنت داشته باش و به نظر من میتونه به تو کمک کنه. نه کسی که بخوای درگیر مسائل جزئی بشی، بلکه کسی باشی که مقدار درباره فلسفه حق و حقوق بتونی کار بکنی. اون رو هم داشته باش، حالا یه وقت دیگه اگر اومدی صحبت کن. اگرم یه روزی فکر کردی این صحبت ها رو دلت خواست دوستت بشنوه، خواست او بیاد روی خط، چه تنهایی هم من باش مشکلی ندارم، یا با تو بیاد میتونیم حرف بیشتری با هم بزنیم. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. خیلی خوشحال شدم آقای دکتر، امیدوارم یه روزی یا شما به ایران بیاین یا ما بتونیم بیایم اونجا. نه اولیشو دومیشو به خاطر تو حاضرم، ولی اولیشو خودم دلم میخواد. به هر حال مواظب خودت باش،